برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سادیو مانه، بازیکن مسلمان فوتبال که اکنون به تیم آلمانی بایر مونیخ پیوسته است، به عنوان مرد سال فوتبال آفریقا برگزیده شد. سادیو مانه پس از فصلی که در آن سنگال اولین قهرمانی خود در جام ملت‌های آفریقا را به دست آورد و موفق به کسب سهمیه جام جهانی شد، این شاهکار را تکرار کرد. او روز پنجشنبه به عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا انتخاب شد. شورای هنری پنجاب یک نمایشگاه گروهی خوشنویسی اسلامی در رابطه با جشن الماس در پاکستان برگزار کرد. وقار احمد مدیر شورای هنری پنجاب در حین سخنرانی به عنوان مهمان اصلی این نمایشگاه گفت که هنرمندان آیات قرآن را به زیبایی نوشتند. حسینیه آل یاسین استرالیا از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به مناسبت عید قدیر 1443 قمری 14000 قرص غذا پخته و میان اقشار مختلف در کشورهای ایران، عراق و افغانستان توزیع کرد. این اقدام به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط بخش خیریه این حسینیه و در کشورهای ایران، عراق و افغانستان به اجرا درآمد. طالبان که از زمان روی کار آمدن همواره با فعالیت‌های مختلف بانوان مخالفت کرده، از کارمندان زن وزارت مالیه خواست از این پس یک مرد را به جای خود معرفی کنند. ریاست درآمدهای وزارت مالیه حکومت طالبان تأکید کرد که به کارمندان زن در این وزارتخانه گفته است برای کاهش برخورد و تعامل یک مرد از اعضای خانواده خود را به جای خود معرفی کنند. پیرترین زن از شهر بلدروز در استان دیالی از کشور عراق که سالها با پای پیاده برای شرکت در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام شرکت می‌کرد، درگذشت. مرحومه ام مظهر در آستانه 100 سالگی روز پنجشنبه برابر با 3 تیر ماه 1401 درگذشت. او بیش از 15 سال برای شرکت در زیارت اربعین حسینی از شهر خود تا کربلا را با پای پیاده آمده بود. کتاب تاریخ تشیع در غرب اسلامی اثر محمد رضا شهیدی پاک در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام در 423 صفحه منتشر شد. این پژوهش گونه شناسی گردش قدرت و ناپایداری تشیع در غرب اسلامی و پایداری اهل بیت علیهم السلام در آثار دانشمندان اندلسی بر اساس تحقیقات پیشین مؤلف است.